امروز رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران خانم دکتر ماریا دوتسنکو مهمان روزنامه آسیا بودند، در سر صفحه روزنامه آسیا حاضر شدند و گفتگوی گرمی با این خانم فعال داشتیم. همراه ایشون آقای محمد رجایی مقدم معاون ایشون هم حضور داشتن که اطلاعات زیادی، حرفای زیادی در مورد نوع فعالیت‌های سازمان ملل در تهران به روزنامه آسیا داده شده که در شماره‌های آینده با گفتگو با تک تک مسئولان واحدهای مختلف سازمان ملل متحد، حتی به احتمال قریب به یقین گزارش ویژه از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و مسئولان رده اول سازمان ملل در نیویورک به خوانندگان روزنامه آسیا ارائه خواهد شد. این مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران بیشتر هماهنگ کننده واحدهای بخشای مختلف دیگر سازمان ملل در تهران هست که خیلی هم فعال هستن، از کشاورزی گرفته تا غذا گرفته تا بهداشت جهانی گرفته تا امور آوارگان گرفته تا مبارزه با مواد مخدر گرفته، همه اینها فعالیت هایی است که در تهران از طریق سازمان ملل متحد داره انجام میگیره، خصوصا که محیط زیست هم خیلی مورد توجهشون هست و همین دیروز پیروز بود که از طریق دفتر سازمان ملل کمک 1,000,000 دلاری، یعنی پنجمین مرحله کمک دولت ژاپن برای نجات دریاچه ارومیه به آقای دکتر عیسی کلانتری تحویل داده شده. امروز خانم دوتسنکو خیلی علاقمند بودن که راجع به روزنامه آسیا هم اطلاعاتی داشته باشن و تاریخچه روزنامه آسیا، تأسیسش و اینکه دنباله روزنامه‌های اقتصادی دیگری که در ایران منتشر می‌شد بود، اینا همه در اختیار خانم دوتسنکو که خیلی علاقمند بودن و در رشته روزنامه نگاری هم تحصیل کرده بودن و کلن یک علاقه خاصی هم به ژورنالیسم دارند و علاقمندن که بنویسند و اشاره کردن که میتوانیم از نوشته های ایشون در سایت ایشون، سایت اختصاصی ایشون استفاده بکنیم، هم امروز وعدش به ما داده شده. این دیدار اهمیتش برای ما برای روزنامه آسیا این هست که ما به زودی گزارشات ویژه‌ای از فعالیت‌های سازمان ملل متحد از نیویورک تا تهران خواهیم داشت. اما غیر از این امروز نمایشگاه نفت در تهران آغاز به کار کرده. این نمایشگاه در خاورمیانه در واقع از نظر حجم و وسعت و تعداد غرفه‌ها اوله و در نوع خودش پنجمین در جهان. 38 کشور در نمایشگاه امروز حضور داشتند و آقای زنگنه وزیر نفت با سخنانی که اعلام کردند گفتند که خوب است که بازار انرژی غیر سیاسی اداره بشه و اشاره کردند که در 110 سال گذشته ایران همواره پرهیز می‌کرده که داد و ستد نفت رو یا اقتصاد نفت رو با کارهای سیاسی و یا کارهای دیگر ترکیب بکنه، سعی کرده که این مسئله رو جدا نگه داره و امروز هم آقای زنگنه در حضور همه سفرای حاضر در اینجا و نمایندگان بزرگترین کمپانی‌های نفتی جهان در تهران این رو تکرار کرده. موضوع دیگری که این روزا خیلی بحثش هست یکی این تلگرامی که هیچ کس مسئولیت صدور فرمان رو به گردن نمیگیره و امروز هم آقای محسنی اژه‌ای در مجلس حاضر شده و اعلام کرده که شورای عالی فضای مجازی این دستور رو صادر کرده و حال اینکه از شورای عالی فضای مجازی اعلام شده که چنین مصوبه‌ای رو نداشتن و چنین کاری رو انجام ندادن. غیر از این نمیشود در مورد روز صحبت کرد و به بازار ارز نپرداخت و نگوییم که چه خبر بود. امروز دیگر دلار از 7000 تومان گذشت و یورو هم از 8000 تومان گذشته بود. ساعت به ساعت داره تغییر میکنه. فروشنده‌ای حضور نداره و فقط خریدارن که مرتباً رجوع میکنن برای خرید ارز.
برای خرید دلار و حتما برای خرید سکه و چیزهای دیگر. سکه هم میگویند که به مرز 2,200,000 تومان داره نزدیک میشه. این اقدامات به کجا میکشه؟ تأثیراتش روی اقتصاد ما تا کجا دامنگیر میشه؟ هنوز معلوم نیست. و از یک طرف دیگه در سیاست‌های خارجی هم ما شاهد اظهاراتی هستیم که قابل توجه است. آقای نتانیاهو امروز قراره که یک کنفرانس خبری داشته باشه و پیش از این کنفرانس خبری اعلام کرده که با ایران قصد تقابل را نداره، ولی اگر قراره که مقابله‌ای صورت بگیره، آقای نتانیاهو گفتن هر چه زودتر بهتر.